احتمالاً یه همچین اتفاقی واسه تون افتاده که توی کامیتی یکی اومده یه موزیک باتوشکا بهتون پیشنهاد داده از آلبوم 2015 حالا طبیعتاً، و اونقدر اون موزیکو دوست داشتید که رفتید توی متال آرکایوز و زدید باتوشکا و دیدید که پروفایلایی که واسه تون میاره پروفایلای عجیب و غریبیه. دوتا پروفایل باتوشکا داریم اونجا، چیزای مختلفی راجع به باتوشکا گفته شده که یه مقداری گیجتون میکنه و سوال واسه تون پیش میاد که کدوم باتوشکا باتوشکای اصلیه. اینجاییم که راجع به قصه باتوشکا صحبت کنیم، یکی از عجیب غریب ترین بندهای تاریخ متال که از همون اول جز گولهای این صنعت حساب شد. این شما و این بود. توش که صحبت کنیم دو تا شخصیته که باید بشناسیم. من اسمشونو فقط یک بار به صورت کامل میگم، بعد لقباشونو صدا میزنیم همونجوری که تو همه رسانه‌ها لقب‌های اینا داره استفاده میشه، چون اسمشون خیلی سخته کلن تو تلفظ اسم. تو این قسمت من بیچاره میشم. اولین شخصیت کریستوف رابیکوفسکیه که با نام مستعار درف راجبش صحبت میکنیم، و دومین شخصیت بارتوامیه ریسوی که با نام مستعار بارت راجبش صحبت میکنیم. و بریم سراغ قصه باتوشکا. سال 2015 درف آلبومش رو کامل کرده، از نظر خیلی ها یکی از بهترین آلبوم های اتمسفریک بلک متالی که تا الان وجود داشته، و ویو عجب و غریبی گرفت، هم ویو خوبی گرفت، هم از نظر منتقدان موسیقی نمره بسیار بالایی گرفت. همه اکثریت منتقدای درستای بالای 90 به این آلبوم دادن، و از 5 ما اگه بخوایم نمره بدیم بالای 4.5 به این آلبوم نمره دادن. یعنی عالی برخورد کردن کامیتی با این آلبوم و طرفداری بلک متال که اصلا دیوونه شدن. این 2015 کلا سالی بود که واسه حالا طرفدارای موسیقی بلک متال یه سال تکرار نشدنی بود. خیلی چیزا عوض شد، یه سری ریفای عجب و غریب جدیدتر با فضاهای عجب و غریب جدیدتر اتفاقا از سمت سین لهستان وارد این سین شد و گیم چنجر بود دیگه. یعنی تو خیلی کشورها تاثیراتش رو به صورت خیلی مستقیم میتونید ببینید. بندایی مثل مگلا، بندایی مثل باتوشکا یه جورایی بازی رو تغییر دادن، و این تغییر تا حدود زیادیشو مدیون درفیم. درفی که تو استودیوی خونگی خودش آلبومو ضبط کرده بود و به دنبال یه وکالیست میگشت که اول قبول لچ یکی از رفیقای خودش به عنوان وکال بیاد روی این کار، ولی از اونجایی که یه تکنیک خاصی رو به عنوان وکال میخواستن استفاده کنن نمیتونست از پس این تکنیکا بر بیاد و نمیتونست اون اجراهایی که حالا میخواستن انجام بدن. به همین دلیل درف با لچ همکاری نکرد و به دنبال یه وکالیست دیگه گشت. اینجا میرسیم به بارت. بارت کلان شخصیت سوپر شناخته شده یه توی سین لهستان و سین بلک متال و دث متال لهستان، و کلان یه احترام خیلی ویژه‌ای بهش میذارن. صاحب لیبل ویچینگ هاور پروداکشنه، پاپولار ترین بندی هم که اصلا با این لیبل کار کرده میتونیم به بهیموس اشاره کنیم. جدا از همین دارم میگم شخصیت خیلی بزرگ شناخته شده یه، جدا از اینکه حالا زنش هم یکی از فوتوگرافرای بزرگ لهستانیه و اونم شخصیت شناخته شده یه. کلا خانواده‌تا یه احترام خیلی ویژه‌ای دارن و رفیق حالا صمیمی نرگال هم میشد تلقیش کرد بارتو. بارت به این پروژه اضافه میشه بعدها با درامر این بند که با نام مستر بنی ما اینجا بهش اشاره میکنیم به بند اضافه میشه. بنی دراما رو بنویسه، لاین های وکال و بیس و گیتار رو همه رو درف انجام میده، و بارت هم میاد حالا وکال کاملتر و کاملتر میکنه و یه پکیج کامل از یک پیور بلک متال، اتمسفریک پیور بلک متال رو ارائه میدن. یکی از بهترین آلبوم هایی که واقعا میتونید شما گوش بدید همین آلبومه. آلبوم اینترنت رو میترکونه، کلا سین متال رو تغییر میده و توجهات بسیار زیادی به خودش جذب میکنه و همین باعث میشه که سریعا توی تور و توراشون بسیار خوب فروش بره. جدا از همه اینا و 5 تا ممبر واسه توراشون هم استخدام میکنن. اگه لایوای با توشکار کلا دیده باشید اون کاستومای عجیب و غریبی که میپوشن و کارهایی که رو استیج میکنن واسه تون فوق العاده جذابه. همچنان هم یه همچین چیزی رو حفظ کرده با توشکار، یعنی جزء امضاهای اصلی خودشه. الان 2016 ایم که بچه‌ها تو تورن، یه دو سال میریم جلوتر، میرسیم به 2018، سالی که باتوشکا نابود شد. چرا من و خیلی از طرفدارای بلک متال و طرفدارای اکستریم متال معتقدن که باتوشکا 2018 نابود شد و الان چیزی به اسم باتوشکا اصلا عملا وجود نداره؟ الان میفهمید. اوایل سال 2018 که باتوشکا میاد یه انانسمنتی میده که توی کور بند به مشکل خوردن، هسته اولیه بند به مشکل خورده و درامر گروه از بند اخراج میشه، یه جوری قطع همکاری میکنن باش و میمونن فقط بارت و درف. و از اون ورم باتوشکا با متال بلید قرارداد امضا میکنه واسه آلبوم جدید، و میرسیم به انانسمنت درف
The album released by Crucius under the label became a hit. The demand for a live show from all over the world was enormous. So I decided to, with the help of my friends, bring Batyushka's music to the live stage. During the past 2 years, I have written and recorded the material for the second Batyushka album, and Crucius pressed me to release it as soon as possible. As I wasn't satisfied with the result yet, I postponed the release of the follower of Liturgia, which followed with Crucius declaring his leave in the band. On the Friday of the 21st of December, I learned that Crucius hired a musician to produce an album that he planned to release as the new Batyushka records behind my back. He also registered Batyushka as his personal trademark. Before I managed to do anything, he cut off my access to all Batyushka's media platforms and tried to enforce some kind of censorship on all media interested in the band situation. In response, I have taken legal action and have been advised by my lawyer to not say anything further. All the new pictures you see on the website and Facebook page are of Krishuka's random people like his son, pretending to be Batyushka. Every upcoming festival claiming to have Batyushka in the lineup has made a deal with Krishuka, not me. I would like to kindly ask you to copy and share this message wherever you can, let the truth be heard. As you know, the only true Batyushka will be that without a behind the mic. Thank you for watching and thank you for your support. درف میاد توضیح میده که یه جورایی بند رو ازش دزدیدن. آلبوم اول باتوشکا توی استودیوی خودش ضبط شده، استودیوی خونگی خودش ضبط شده. کامل میاد مسئله هایی که حالا من الان توضیح دادم و میگه و میگه که بارت اصرار بر این داشته که سریع‌تر تا حالا باتوشکا اون صدر داستانه و کلات عجیب و غریبی داره یا آلبوم دیگه ببندن و سریع بیان بیرون، ولی درف وقت بیشتری میخواسته، میخواسته استراحت کنه، میخواسته یه جوری حالا شاید آرت بلاک شده باشه، به هر حال موزیسینه و نیاز به استراحت داشته مغزش و قبول نمیکنه. و بارت پشت سر درف میره آلبومو میبنده با اعضایی که حالا توی تور باهاش آشنا شده بودن، یا حالا دارم میگم کانکشن اصلا وحشتناک زیاد داره بارت، کل لهستان این بشر کانکشن داره، موزیسین خوب پیدا کردن اصلا واسه سخت نبوده. به هر حال میرسیم به 2019 و اوج بیف باتوشکای بارت و باتوشکای درف. به باتوشکای بارت همچنان هنوز که هنوز بهش میگن فیک توشکا یا بارت توشکا و عملا همه برای نقیدن داره یه جوری تفریح هاردکورتر به این نقیدن که باتوشکایی که الان اصلا داره کار میکنه باتوشکا نیست و یه چیز فیکه و صرفا داره اسممون باتوشکایی که اون آلبوم عجیب و غریب و داده بود تو 2015 رو یدک میکشه. بک بزنیم دوباره به 2019 و دوئل رو پایان برسونیم که درف با باتوشکاش این ور قرار داره و بارت با باتوشکاش این ور و جفتشون یک آلبوم رو قراره توی امسال منتشر کنن. فشاری که روی این دوتا موزیسیانه اصلا بالاتر از چیزیه که فکر میکنم هیچ کدومون درک کنیم، یعنی تا توی این شرایط قرار نگیریم فکر نمیکنم بتونیم درک کنیم که چه اتفاقی داره میفته. کلی طرفدار هاردکور چششون به این سینه و دوتا آلبوم از یک برن قراره بیاد بیرون که سر یکی تا اینجا لاشیوزی در آوردن و درف از بند خودش انداختنش بیرون، از چیزی که خودش درست کرده انداختنش بیرون و از این ور میخواد آلبوم بده و از ور بارتی که این همه هیت داره روش میاد و عملا باتوشکا رو نابود کرده میخواد احترام خودش رو به دست بیاره دوباره. کاملا داستان بین ساید خوب و بده و این دنیای واقعی اتفاق نیفتاد که حالا اکثرا ساید بد پیروز شه و این ساید خوب رو بزنه زمین و ساید خوب میگاد ساید بد رو. یعنی آلبوم درف به حدی بهتر از آلبوم بارته، به حدی دقیق تر و به حدی خفن تر امضای باتوشکا رو نگه داشته که سیلی محکم گوش بارت میخوابونه درف. و آلبوم پانیخیدای درف آلبوم هاسپودی بارتو میزنه زمین. آلبوم بارت به شکل ترسناکی هیت میگیره، به شکل ترسناکی، یعنی حتی متال بلید واسه حالا یکم موزیک ویدیویی که واسه این آلبوم درست کرده بود مجبوری میشه کامنت ها رو ببنده، انقدر هیت به این آلبوم زیاده و عملا از آلبوم اول باتوشکا فاصله ترسناکی گرفته، اصلا مثل این آلبوم نیست، فضا کلا یه فضای دیگه ایه و آلبوم به شدت آلبوم ضعیفیه، یعنی هنوز که هنوز ضعیف ترین آلبومیه که اصلا برند باتوشکا خودش منتشر کرده، جوف باتوشکا، یا حالا بهتر بخوایم بگیم سه تا باتوشکا، یعنی ما الان سه تا باتوشکا داریم، باتوشکا درف و بارت که حالا اورجینال باتوشکا، باتوشکا بارت و باتوشکا درف
که اولی که کلا به گا رفت و دیگه هم قرار نیست ما همچین چیزی رو ببینیم احتمالاً، ولی این دوتا همچنان سرپان. از اون روز به بعد باتوشکا آلبومی منتشر نکرده به اون صورت، یعنی یه کامپلیشن منتشر کرده، باتوشکا بارت دوتا ایپی منتشر کرده و یه لایو آلبوم. و باتوشکا درف هم که کلن هنوز که همزه کار منتشر نکرده، ریسک خیلی گندهیه، یعنی در استیجی قرار دارن که عملا در لبه تیغ دارن قدم میذارن. حالا باتوشکا درف نه، اون وضعیتش خیلی خیلی بهتره، طرفدار هاردکور باتوشکا دوست دارن اون باتوشکا رو، هنوز کارا رو گوش میدن و همونجوری که داریم میبینیم دارم میگم چون خود اون آلبومو درف ساخته بود میدونه که چیز درست کرده و میدونه که بعد چه کار کنه. سر همینه که آلبوم درف انقدر نزدیکه به آلبوم اولشون و انقدر خفنه. ولی بارت تو استیجی که قرار داده اصلا استیج عجیب و غریبیه و عملا نمیدونه که داره چی کار میکنه، یعنی کامل میتونید ببینید، یعنی انقدر نقدای منفی به آلبوم هاسپودی زیاده و انقدر طرفدار دوستش ندارن و میگن باتوشکا نیست. به آلبوم اونجوری آلبوم بدی نیست، یعنی اینجوری نیست که حالا شما گوش بدید اه این چه کوسچری من دارم گوش میدم، آلبوم اونجوری بدی نیست ولی باتوشکا نیست، یعنی عملا حالا همونجوری که طرفدار اسمش میگن فیک باشگاه و یه همچین داستانی نیست. ما اگه بخوایم به زبان خیلی ساده تر، خیلی ساده تر خلاصه کنیم اتفاقی که واسه باتوشکا افتاد، اینجوری که گیتاریست یا حالا بهتر بگم همه کاره بند، یه آلبومی درست میکنه، یه وکالیست میخواد، وکالیستو میاره، وکالیست لاشیوزی در میاره و بند ازش میدوزده و این گیتاریست تو فیودی که با وکالیست انجام میده میبره. اینا میگم درف دهنش گاییده شد سر اینکه این آلبوم بده، دهنش واقعا سرویس شد، از یوتیوب پاک شد، از بند کمپ پاک شد آلبومش، سر اینکه حالا آلفابت با توشکا هم داشت استفاده میکرد. میگم بارت خیلی کلا آدم کلوف و گنده، یه سابقه کار خیلی زیادی داره و عملا له کرد درفو تا موقعی که مثلا الان تونستی همچین کاری انجام بده. یعنی الان شما برید تو متال آرکایوز یا جای مختلف هم بزنید، اونی که حالا فونتش انگلیسی نیست با توشکای درفه. جوف آلبوم ها تو اسپاتیفای هست، جوف آلبوم ها در همه حالا پلتفرم های استریمینگ شما میتونید پیدا کنید و میتونید گوش بدید و لذت ببرید. جدا از همه اینا، آلبوم اولی که اینا درست کردن که بهترین آلبومشون هم هست، لایوی که الان داره با توشکا میذاره با توشکای بارته و اون ترک رو داره اجرا میکنه و عملا درفو کوبیدنش دیگه، کوبیدنش و گذاشتنش کنار و بارت هم هیچ صحبت جدی اونجوری هنوز که هنوزم ازش ندیدم که حالا بیاد کامل تر راجع به این داستان حرف بزنه، حالا جوی دفاع کنه. جوی دفاعی هم واقعا نیست، یعنی اندلاشی بازیه که تو یه همچی کاری انجام بدی، اسم و برند یه نفر ازش بدوزی، یعنی تو عملا همه چی طرف ازش گرفتی چون تو اون آلبوم رو نساختی، تو صرفا اومدی وکالا رو خوندی، لاینای وکال رو ضبط کردی، تو اون آلبوم رو نساختی. خیلی فرقشه. جدا از این اتفاقی که واسه باتوشکا افتاد، خیلی ناراحت کننده است، خیلی ناراحت کننده است که بهترین بندایی که حالا توی بلک متال مدرن ما باش مواجه شدیم اینجوری به زمین خورد و تمام. ما دیگه قرار نیست که اون باتوشکای اصلی و باتوشکای خفنی که حالا هم بارت توشه هم درفو دیگه ببینیم. دمتون گرم، نظرتون رو بنویسید و تو ویدیوی بعدی موسیقی خوب گوش بدید.